بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما یک بار خیلی سریع متن خطبه مشهور غدیر رو با ترجمهش عرض میکنیم و انشالله بعد از اتمامش من هم بحث سندی خواهم کرد، هم منابعی رو در شرح خطبه غدیر معرفی خواهم کرد که اگر کسی علاقه من بود مراجعه کنه، و هم منابعی رو درباره حادثه غدیر، چه منابعی که گذشتگان نوشتن و چه منابع خوبی که در دوران حاضر در دسترس ما هست رو معرفی خواهم کرد. خطبه پیغمبر با حمد و ثنای الهی آغاز میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علا فی توحده و دنا فی تفرده و جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه. حمد و سپاس اون خدایی رو که در یگانگی خودش بلند مرتبه است، در تنهایی و فرد بودنش نزدیکه، در قدرت و سلطه خود با جلالت و در ارکان خودش عظیمه. و احاط بكل شیء علما و هو فی مکانه. علم او به همه چیز احاطه داره در حالی که در جای خود هست. و قهر جمیع الخلق به قدرته و برهانه، حمیدا لم یزل، محمودا لا یزال، و مجیدا لا یزول، و مبدعا و معیدا، و کل امر الیه یعود. خدایی که همه مخلوقات رو با قدرت و برهان خودش تحت سیطره داره، همیشه مورد سپاس بوده، همچنان مورد ستایش خواهد بود، صاحب عظمتی است که از بین رفتنی نیست، ابتدا کننده و بازگرداننده خداست و هر کاری به سوی او برمیگرده. بار المسموکات و داح المدحوات و جبار الارضین و السماوات، قدوس صبوح رب الملائکه و الروح، متفضل على جميع من برعه، متطول على جميع من انشأه. به وجود آورنده بالا برده شده ها، یعنی آسمان ها و افلاک، پهن کننده گسترده ها یعنی زمین، یگان حکمران زمین و آسمان، پاک و منزه و تسبیح شده پروردگار ملائکه و روح، تفضل کننده بر همه آنچه خلق کرده، لطف کننده بر هر آنچه به وجود آورده، یلحظ کل عین و العیون لا تراه، هر چشمی زیر نظر اوست ولی چشمها او را نمی بینند، کریم حلیم ذو انات، کرم کننده و بردبار و تحمل کننده است، قد وسع کل شیء رحمته، رحمت او همه چیز رو فرا گرفته، و من علیهم بنعمته، با نعمت خود بر همه اونها یعنی بر همه چیز منت گذارده، لا یعجل بانتقامه، در انتقام گرفتن خود عجله نمی کنه، ولا یبادر الیهم بمستحقو من عذابه، و به آنچه از عذابش که مستحق اون هستند مبادرت نمی کنه. قد فهم السرائر و علم الضمائر، باطنها و سریرها رو می فهمه و ضمایر رو می دانه، ولم تخف علیه المکنونات ولشتبهت علیه الخفیات، پنهانها بر او مخفی نمی مانه و مخفیها بر او مشتبه نمی شه، له الاحاطة بكل شيء والغلبة على كل شيء، احاطه بر هر چیزی برای اوست و غلبه بر همه چیز مختص اوست، و القوة في كل شيء، قوت در هر چیزی، و القدرة على كل شيء، و قدرت بر هر چیزی، و ليس مثله شيء، مثل او چیزی نیست، و هو منشأ الشیء حین لا شیء، به وجود آورنده شیء
هنگامی که چیزی نبود، یعنی هر چیزی رو او به وجود آورده، دائم حی و قائم بالقسط، دائم و زنده به قسط و عدل قائم، لا اله الا هو العزیز الحکیم، خدایی جز او نیست که با عزت و حکیمه، جل عن ان تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، بالاتر از اون هست که چشم ها او رو درک کنند ولی او چشم ها رو درک میکنه، و هو اللطیف الخبیر، لطف کننده و آگاه اوست، لا یلحق احد وصفه من معاینه، هیچ کسی نمیتواند با دیدن به صفت او راه پیدا کنه، ولا یجد احد کیفه و من سر و علانیه، کسی به چگونگی او از سر و آشکار دست پیدا نمی کنه، الا به ما دل عز و جل علا نفسه، مگر به آنچه خود خداوند عز و جل راه نمایی کرده. یعنی اگر کسی خدا رو میخواد بشناسه، فقط از ناحیه خود خدا میشناسه، به آن چیزی که او راه نمایی کرده. و اشهد انه الله الذی ملع الدهر قدسه، من شهادت میدم برای او که اوست خدایی که قدس و پاکی و منزه بودن او روزگار رو پر کرده، و الذی یخشى الابد نوره، او که نورش ابدیت رو فرا گرفته، و الذی ینفذ امره بلا مشاورت مشیر، اون خدایی که دستورش رو بدون مشورت کننده ای اجرا میکنه، ولا معه شریک فی تقدیره ولا یعاون فی تدبیره، در تقدیر خودش شریک نداره و در تدبیرش کمک نمیشه، صور مبتدع علی غیر مثال، اون چه که ایجاد کرده بدون نمونه و مثالی تصویر کرده، نمونه قبلی نداشته، کپی نکرده، و خلق ما خلق بلا معونت من احد ولا تکلف ولا احتیال، و اون چیزی رو که خلق کرده بدون کمک از کسی و بدون زحمت و بدون احتیاج به فکر و حیله و نقشه خلق کرده، انشأها فکانت، اونها رو ایجاد کرد پس به وجود آمدند، و برأها فبانت، خلق کرد پس خلقش ظاهر شدن بدون هیچ زحمت و نقشه و سختی، فهو الله الذی لا اله الا هو المتقن الصنعه، اوست خدایی که جز او خدایی نیست، صنعت او محکم و کار او زیباست، الحسن الصنیعه، العدل الذی لا یجور، عادلی که ظلم نمی کنه، و الاکرم الذی ترجع الیه الامور، کرم کنندهی که کارها به سمت او باز می گرده، و اشهد انه الله الذی تواضع کل شیء لعظمته، من شهادت میدم که اوست خدایی که همه چیز در مقابل عظمت او تواضع کرده، و ذل کل شیء لعزته، همه چیز در مقابل عزت او ذلیل شده، و استسلم کل شیء لقدرته، همه چیز در برابر قدرت او سر تسلیم فرود آورده، و خضع کل شیء لهیبته، همه چیز در برابر هیبت او خاضع شدند، ملک الاملاک، پادشاه پادشاهان، و مفلک الافلاک، گرداننده افلاک، و مسخر الشمس و القمر، مسخر کننده آفتاب و ماه، که کلون یجری لعجل مسما، که همه با زمان تعیین شده در حرکتن، یکور اللیل علی النهار و یکور النهار علی اللیل یطلبه حثیثا، شب رو روی روز و روز رو بر روی شب میگردانه که به سرعت در پیان میرود، قاسم و کل جبار عنید، در هم شکننده هر زورگوی با عناد، و مهلک و کل شیطان مرید، هلاک کننده هر شیطان سرپیچ و متمرد، لم یکن له ضد ولا معه ند، برای او ضدی و همراه او معارضی نبوده است، احد صمد لم یلد ولم یولد
ولم یکن له کفوا احد، یکتا و بی نیاز که زاییده نشده و نمی زاید و برای او هیچ همتایی نیست. اله واحد و رب ماجد، خدای یگانه و پروردگار با عظمت. یشاء و فیمضی، می خواهد پس به انجام می رساند. و یرید و فیقضی، اراده می کند پس مقدر می نماید. و یعلم و فیحصی، می داند پس به شماره می آورد. و یمیت و یحیی، می میراند و زنده می کند. یفقر و یغنی، فقیر می کند و غنی می نماید. و یضحک و یبکی، می خنداند و می گریاند. و یدنی و یقصی، نزدیک می کند و دور می کند. و یمنع و یعطی، منع می کند و عطا می کند. له الملک و له الحمد، پادشاهی از آن او و حمد و سپاس برای اوست. بیده الخیر، خیر به دست اوست. و هو على كل شيء قدير، و او بر هر چیزی قادر است. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، شب رو در روز و روز را در شب فرو می برد. لا اله الا هو العزیز الغفار، نیست خدایی جز او که با عزت و آمرزنده. مستجیب الدعا، اجابت کننده دعاست. مجزل العطا، بسیار عطا کننده است. محصل انفاس، شمارنده نفسها. و رب الجنت و الناس، و پروردگار جن و بشر. الذی لا یشکل علیه شیء، هیچ امری برای او مشکل نمیشه. و لا یذجره صراخ المستصرخین، فریاد دادخواهان او رو منزجر نمی کنه. و لا یبرمه الحاه الملحین، اصرار کنندگان او رو خسته نمی کنه. العاصم للصالحین، نگهدارنده صالحین. و الموفق للمفلحین، موفق کننده رستگاران. و مولا المؤمنین، صاحب اختیار مؤمنان. و رب العالمین، و پروردگار عالمیانه. الذي استحق من كل من خلق ان يشكره و يحمده على كل حال، خدایی که از آن چه خلق کرده مستحق هست که او را در هر حالی شکر و سپاس گویند. مستحق اینجا معنی نیازمند نه، یعنی سزاواره، شایسته است که در هر حالی او را شکر و سپاس بگن. احمده كثيرا و اشكره دائما على السراء و الضراء، خدا رو بسیار سپاس میگم، دائما شکر میکنم، چه در حال آسایش، چه در حال گرفتاری. و شدت و رخاء، چه در حال شدت، چه در حال آرامش. و اومن و بهی و به ملائکتهی و کتبهی و رسله، به او و ملائکش و کتابهاش و پیامبرانش ایمان دارم و ایمان میآورم. اسمع لامره، دستور او رو گوش میدم. و اطیع و ابادر الی کل ما یرضاه، و اطاعت می کنم و به آنچه که او رو راضی می کنه مبادرت می ورزم. و استسلم لما قضاه، در مقابل مقدرات او تسلیم می شم. رغبتن فی طاعته، به عنوان رغبت در طاعت او. و خوفن من عقوبته، و ترس از عقوبت او. لأنه الله الذي لا يؤمن مكره ولا يخاف جوره، چرا که اوست خدایی که نمیشه از مکر او در امان بود و از ظلم او هم ترس نداریم. یعنی خدا ظلم نمیکنه که ترس داشته باشه. این فصل اول فرمایش پیغمبر اکرم. فصل دوم تیترش امر الهی فی موضوع هام، یعنی فرمان الهی برای مطلبی مهم. از حمد و ثنای الهی پیغمبر وارد موضوع دوم شد. و اقر له على نفسی بالعبودیه، برای خدا بر نفس خودم به عنوان بندگی او اقرار میکنم. و اشهد له بالربوبیه، شهادت میدم برای او به پروردگاری. و اؤدی ما اوحا به الیه، آن چیزی رو که بر من وحی شده، خدا بر من وحی کرده رو ادا میکنم. حذرن من ان لا افعل فتحل بی منه قارعه لا يدفعها عنی احد. و ان عظمت حیلته و صفت خلته،
از ترس آن که مبادا اگر انجام ندهم عذابی از ناحیه او بر من فرود بیاد که هیچ کس نتونه اون رو دفع کنه، هرچند که حیله عظیمی به کار ببنده و دوستی او خالص باشه. یعنی اگر کسی بیاد دوست خالص من باشه، تمام تلاش خودشم بکنه، نمیتونه این عذاب الهی رو دفع بکنه، در صورتی که من اون چیزی رو که به من وحی کرده رو ادا نکنم. لا اله الا هو، نیست خدایی جز او. لانه قد اعلمنی انی، خدا به من اعلام فرمود. ان لم ابلغ ما انزل الی فی حق علیین، که اگر آنچه در حق علی رو بر من نازل نمود ابلاغ نکنم، فما بلغتو رسالته، رسالت او رو به انجام نرساندم. و قد ضمن لی تبارک و تعالی، برای من ضمانت کرده خدای متعال چی رو؟ العصمت من الناس، شر مردم رو، حفظ از شر مردم رو برای من ضمانت کرده. و هو الله الکاف الکریم، کفایت کننده و کریم خداست. فاوحا الیه، به من این چنین وحی کرده. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جمله معترضه، اندرلاین، فی علیین، یعنی فی الخلافت لعلی ابن ابی طالب. پیغمبر، آیا این جزء آیه است؟ خیر. پیغمبر دارن چیکار میکنن؟ تفسیر آیه رو بیان میکنن، مقصود آیه رو بیان میکنن. خدای متعال فرموده ای پیامبر، ابلاغ کن اون چه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده درباره علی، یعنی خلافت علی ابن ابی طالب. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمک من الناس، که اگر انجام ندی رسالت او رو نرسوندی و خداوند تو رو از مردم حفظ میکنه. معاشر الناس، ای مردم، ما قصرت فی تبلیغ ما انزل الله تعالی الی، من در رساندن آنچه خداوند بر من نازل کرده کوتاهی نکردم. ای مردم، من در رساندن آنچه خداوند بر من نازل کرده کوتاهی نکردم. و انا ابین لکم سبب هذه الآیه، من سبب نزول این آیه رو برای شما بیان میکنم. ان جبرئیل هبط الی مرارا ثلاثا یامرنی عن السلام ربی و هو السلام، جبرئیل سه مرتبه بر من نازل شد، جبرئیل سه مرتبه بر من نازل شد و از طرف خداوند سلام، خداوندی که خودش سلام هست، من رو مأمور کرد به سلام. ان جبرئیل هبط الی مرارا ثلاثا یامرنی عن السلام ربی، هم سلام پروردگار من رو به من ابلاغ کرد و هم من رو به سلام امر کرد از خدای سلام، که ان اقوم فی هذا المشهد، که من در این اجتماع به پا خیزم. فاعلم کل ابیض و اسود، که بر هر سفید و سیاهی اعلام کنم، یعنی از هر نژادی که هستید، از هر رنگی که هستید، یعنی عمومیه، برای یه عده نیست، که ان علی ابن ابی طالب اخی و وصیی و خلیفتی علی امتی و الامام من بعدی، که علی ابن، یعنی اعلام کنم چی رو؟ که علی ابن ابی طالب برادر من، وصی من، جانشین من بر امتم و امام بعد از من است. و الامام من بعدی، یعنی من خودم هم شأن امامت داشتم. الذی محله منی محل هارون من موسی، که جایگاه او، نسبت او به من همانند هارون به موسی است. الا انه لا نبی بعدی، جز این که بعد از من پیامبری نیست. و هو ولیکم بعد الله و رسوله، و او صاحب اختیار شماست بعد از خدا و رسولش. و قد انزل الله تبارک و تعالی علی بذالک آیه من کتابه هی، و خداوند در این مورد آیه ای از کتابش رو بر من نازل کرده که فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون، صاحب اختیار شما خدا و رسولش هستند و کسانی که ایمان آوردند و نماز رو به پا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند.
و علی ابن ابی طالب الذي اقام الصلاه و آت الزکات و هو راکع یرید الله عز وجل فی کل حال. علی ابن ابی طالب که یعنی این آیه در مورد کیه؟ تطبیق این آیه در مورد کیه؟ خود پیغمبر داره می‌فرماید که علی ابن ابی طالب که نماز رو به پا داشته، در حال رکوع زکات داده و در هر حال خداوند عز وجل رو اراده میکنه و قصد میکنه. و سألت جبرئیل ان یستعفی لی السلام عن تبلیغ ذلک الیکم ایها الناس لعلمی به قلت المتقین و کثرت المنافقین و ادغال اللائمین و حیل المستهزئین بالاسلام. ای مردم، من از جبرئیل درخواست کردم که از خدا بخواد تا من رو از ابلاغ این مهم معاف بداره، زیرا کمی متقین، زیادی منافقین، فساد ملامت کنندگان، حیله های مسخره کنندگان اسلام رو اطلاع دارم. الذين وصفهم الله في كتابه بانهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. کسانی که خداوند در کتابش اونها رو چنین وصف کرده، آیه قرآنه، که با زبانشون میگن آنچه در قلبهاشون نیست و این کار رو سهل میشمرن، در حالی که نزد خدا این کار عظیم هست، جنایت بزرگیه. و کثرت عذاهم لی غیر مره، همچنین به خاطر این که منافقین این امت بارها من رو اذیت کردن، حتی سمونی اذنن، گفتن این اذنه، گوش دهنده بر هر حرفیست. و زعمو انی کذالک، گمان کردند که من این چنینم، لکثرت ملازمتهی ایای و اقبالی علی و هواه و قبولهی منی. برای چی؟ به خاطر ملازمت بسیار علی با من، توجه من به او، تمایل او و قبولش از من. حتی انزل الله عز و جل فی ذلک، تا اینکه خدای متعال در این باره چنین نازل کرد، و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن علی الذین یزعمون انه اذن خیر لکم. باز پیغمبری جمله معترضه فضلت آیه فرمودن، از اونها کسانی هستند که پیغمبر رو اذیت میکنن و میگن پیغمبر اذن هست، یعنی گوش دهنده به هر حرفی. بگو گوشه، خدا به پیامبر فرمود بگو بله او اوزنه. بعد پیغمبر فرمود بر ضد کسانی که گمان میکنن او اوزنه. در مقابل مؤمنین او اوزنه و برای شما خیره و به خدا ایمان میآوره. یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم و الذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم. برای شما خیره، به خدا ایمان میآورد، در مقابل مؤمنین اظهار تواضع و احترام میکنه. برای کسانی که از شما ایمان آوردن رحمته و کسانی که پیامبر رو اذیت میکنن عذاب دردناکی در انتظار اونهاست. ولو شئت ان اسمی القائلین بذلک باسمائهم لسمیت، اگر من بخواهم گویندگان این نسبت رو، همین نسبت اذن دادن به پیغمبر رو نام ببرم، میتوانم. و ان اومی الیهم باعیانهم لاومعت، یا و ان امیع الیهم به اعیانهم لأومعتو، اگر بخواهم به شخص اونها اشاره بکنم. و ان ادل علیهم لدللتو، بخواهم با علائم اونها رو معرفی کنم میتونم. ولکنی والله فی امورهم قد تکرمتو، ولی به خدا قسم من در کار اونها با بزرگواری رفتار کردم. و کل ذالک لا یرض الله منی الا ان ابلغ ما انزل الله الی فی حق علی، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی حق علی، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. بعد از همه اینها خدا از من راضی نمیشه، بعد از همه این حرفا خدا از من راضی نمیشه مگر آنچه در حق علی بر من نازل کرده را ابلاغ کنم، که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای پیامبر برسان آنچه در حق علی از پروردگارت بر تو نازل شده، و اگر انجام ندی رسالت او رو به انجام نرسوندی و خداوند تو رو از مردم حفظ میکنه. این فصل دوم فرمایشات. فصل سوم
الاعلان رسمی به امامت الائمه الاثنی عشر هست، اعلان رسمی ولایت و امامت 12 امامه. ایتون میاد کلهم من قریش کلهم من بنی هاشم، اینجا اون که پیغمبر گفته بودن اینجا دارن، اونو که نذاشتن پیغمبر بیان کنن اینجا بیان میکنن. فعلمو معاشر الناس ذالک فیه وفهمو، ای مردم این مطلب رو درباره او بدانید و بفهمید. وعلمو ان الله قد نسبه لكم وليا و اماما فرض طاعته على المهاجرين والانصار وعلى التابعين لهم باحسان وعلى البادي والحاضر وعلى العجمي والعربي. بدونید که خداوند او رو برای شما صاحب اختیار و امامی قرار داده که اطاعتش رو واجب کرده بر مهاجر و انصار و تابعین. تابعین یعنی کسانی که پیغمبر رو ندیدن ولی صحابه رو دیدن، بر روستایی و شهری و عجمی و عربی و والحر والمملوک والصغیر والکبیر و علی الابید والاسود و علی کل موحد ماذ حکمه جاز قوله نافذ امره، بر هر آزاد و بنده و بر هر بزرگ و کوچک و سفید و سیاهی، بر هر یکتا پرستی حکم او اجرا شونده و کلام او مورد عمل و امر او نافذه. ملعون من خالفه، هر کس با او مخالفت کنه ملعونه. مرحوم من تبعه و صدقه، هر کس که تابع او باشد و او رو تصدیق بکند مورد رحمت الهی است. فقد غفر الله له و لمن سمع منه و اطاع له، خداوند او را و هر کس که از او بشنود و از او اطاعت کند رو آمرزیده است. معاشر الناس، ای مردم، ببین همش مردم، معاشر الناس، ای مردم، انه آخر مقام اقومه فی هذا المشهد، این آخرین بار است که من در چنین اجتماعی به پا می ایستم. فاسمعوا، بشنوید، ولی همش شنیدن کافی نیست. و اطیعوا، اطاعت کنید. و انقادوا لامر الله ربکم، در مقابل امر پروردگار خودتون سر تسلیم فرود بیارید. فان الله عز وجل هو مولاکم و الهکم، خدای عز وجل صاحب اختیار شماست و معبود شماست. ثم من دونه رسوله و نبیه المخاطب لکم، بعد از خدا رسولش و پیامبرش که شما رو مخاطب قرار داده، یعنی بنده. ثم من بعدی علی ولیکم و امامکم به امر الله ربکم، و بعد از من، یعنی بعد از من پیغمبر، علی صاحب اختیار شما و امام شماست به امر خداوند، به امر خداوند شما. ثم الامامت فی ذریتی من ولده الى یوم تلقون الله و رسوله، و بعد از او امامت در نسل من از فرزندان اوست تا روزی که شما خدا و رسولش رو ملاقات خواهید کرد. یعنی تمام دیگه، بعد از او فرزندان او امامن و دیگه کسی امام نخواهد شد. لا حلال الا ما احله الله و رسوله و هم، حلالی نیست. اینو بذارید کنار این که یک سری از حلالهای خدا و پیغمبر رو بلافاصله و از پیغمبر یک سری حرام کردن، حلالی نیست مگر آنچه خدا و رسولش و امامان حلال کرده باشن. ولا حرام الا ما حرم الله علیکم و رسوله و هم، و حرامی نیست مگر آنچه خداوند و رسولش و امامان بر شما حرام کرده باشن. والله عز وجل عرفنی الحلال والحرام و انا افضیت بما علمنی ربی من کتابه و حلاله و حرامه الیه، خداوند عز وجل حلال و حرام رو به من شناسونده و اون چه پروردگارم از کتابش و حلال و حرامش به من آموخته به او سپردم، یعنی به علی. معاشر الناس فضلو، ای مردم علی رو بر دیگران فضیلت بدهید. ما من علم الا وقد احصاه الله فیه، هیچ علمی نیست مگر آن که خداوند در من جمع کرده اون علم رو. و کل علم علمت فقد احصیته فی امام المتقین، هر علمی رو که آموختم در امام المتقین یعنی علی جمع کردم. و ما من علم الا وقد علمته علیا،
هیچ علمی نیست مگر آن که من اون رو به علی آموختم و هو الامام المبین، امام مبین علیست، الذی ذکره الله فی سورت یاسین، که خداوند در سوره یاسین فرموده که و کل شیء احصیناه فی امام مبین، هر چیزی را در امام مبین جمع کردیم، یعنی علیست. معاشر الناس لا تذلوا عنه ولا تنفروا منه، از علی به سوی دیگری گمراه نشوید، از او روی بر نگردانید، ولا تستنکفوا عن ولایته، از ولایت او سرباز نزنید، فهو الذی یهدی الی الحق و یعمل به، اوست کسی که به حق هدایت نموده و به اون عمل میکنه، و یزهق الباطل و ینها عن، باطل رو ابطال کرده و از اون نهی میکنه، ولا تأخذه فی الله لومة لائم، در راه خدا سرزنش ملامت کننده ای او رو مانع نمیشه. اول من آمن بالله و رسوله، علی اول کسی است که به خدا و رسولش ایمان آورده، لم یسبقه الی الایمان بی احد، هیچ کس در ایمان به من بر او سبقت نگرفته، والذی فدا رسول الله بنفسه، اوست که با جان خودش در راه رسول خدا فداکاری کرد، والذی کان مع رسول الله ولا احد یعبد الله مع رسوله من الرجال غیره، اوست که با پیامبر خدا بود در حالی که هیچ کس از مردان همراه او خدا را عبادت نمی کرد. اول الناس صلاتن و اول من عبد الله معی، اولین مردم در نماز گزاران و اول کسی است که با من خدا را عبادت کرد. امرته عن الله ان ینام فی مضجعی، از طرف خدا به او امر کردم که در خوابگاه من، در بستر من بخوابه. ففعل فادی لی بنفسه، او هم در حالی که جانش رو فدای من کرده بود در جای من خوابید. معاشر الناس فضلوه فقط فضله الله، او رو برتری بدید که خدا او رو فضیلت داده. وقبلوه فقط نصبه الله، او رو قبول کنید که خداوند او رو منصوب کرده. معاشر الناس انه امام من الله، ای مردم او از طرف خداوند امامه. ولن یتوب الله علی احد انکر ولایته ولن یغفر له، هر کس ولایت او رو انکار کنه خدا هرگز توبه اش رو نمیپذیره و او رو نمیبخشه. حتما علی الله ان یفعل ذالک بمن خالف امره و ان یعذبه عذابا نکرا ابد الاباد و دهر الدهور، حتمی است بر خدا که با کسی که با او به مخالفت برخیزه، با او مخالفت کنه، چنین کنه و او رو به عذابی شدید تا ابدیت و تا آخر روزگار معذب کنه. فحذروا ان تخالفوا، بپرهیزید از این که با او مخالفت کنید. فتصلوا نارا وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرین، و گرفتار آتشی بشید که آتشگیره اون، هیزم اون، مردم و سنگ ها هستند که برای کافران آماده شده. اعدت للکافرین، های قرآن دیگه. معاشر الناس بی والله بشر الاولون من النبیین والمرسلین، ای مردم به خدا قسم پیغمبران و رسولان قبل از من به من بشارت دادن، و انا والله خاتم الانبیاء والمرسلین، به خدا قسم که خاتم پیامبران و مرسلین منم. و الحجة على جميع المخلوقين من اهل السماوات والارضين، حجت بر همه مخلوقین از اهل آسمان ها و زمین من هستم. فمن شک فی ذلک فقط کفر کفر الجاهلیت الاولى، هر کسی در این مطالب شک کنه مانند کفر جاهلیت اول کافر شده است. و من شک فی شیء من قولی هذا، هر کس در چیزی از این گفتار من شک کنه، فقط شک فی کل ما انزل الیه، در همه آنچه بر من نازل شده شک کرده است. و من شک فی واحد من الائمه، فقط شک فی الکل منهم، هر کس در یکی از امامان شک کنه
در همه اونها شک کرده و شاک و فیناف نار، شک کننده در باره ما در آتشه. معاشر الناس حبانی الله عز و جل به هاده الفضیله منن منه علی و احسانن منه الی و لا اله الا هو علا له الحمد منی ابد العابدین و دهر الداهرین و علا کل حال. ای مردم، خداوند این فضیلت رو بر من ارزانی داشته که منتی از او بر من و احسانی از جانب او به سوی من هست. خدایی جز او نیست، حمد و سپاس از من تا ابدیت بر او و تا آخر روزگار در هر حال بر او. عبارات بعدی اینه که معاشر الناس فضلوا علی، که من جلسه بعدی عرض میکنم، امیدوارم بتونم خطبه رو جلسه بعدی به پایان ببرم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.